در پی اهانت پلیس هنگ کنگ به مسجدی در این شهر در جریان برخورد با معترضان، کری لیم رهبر هنگ کنگ از مسلمانان عذرخواهی کرد. به گزارش شیوز به نقل از رویترز، در جریان اعتراضات و درگیری‌های روز یکشنبه، پلیس از ماشین‌های آبپاش حاوی یک مایه آبی رنگ برای متفرق کردن معترضان استفاده کرد. وقتی تعدادی از معترضان در حال فرار از جلوی مسجد بودند، ماشین آبپاش پلیس ورودی و پله‌های این مسجد را هدف قرار داد و تعدادی از مسلمانان نیز برای ادای نماز در مسجد حاضر بودند. امام جماعت این مسجد عذرخواهی لم را پذیرفت و اعلام کرد جامعه مسلمانان هنگ کنگ امیدوارند در صلح به زندگی خود در این شهر ادامه دهند. پلیس نیز در بیانیه اعلام کرد این مسجد به طور اتفاقی هدف قرار گرفته و مقامات پلیس به آزادی دینی پایبند بوده و تلاش می‌کنند از همه مکان‌های عبادی محافظت کنند. تخمین زده می‌شود که 250 تا 300 هزار مسلمان در هنگ کنگ سکونت دارند. بسیاری از آنها را مهاجرانی از کشورهای مانند پاکستان، هند، مالزی و اندونزی تشکیل می‌دهند و جمعیت مسلمانان چینی تبار نیز حدود 40 هزار نفر است.